سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزان و همراهان پرژن اوورز جوایز فارسی. مژده هستم به همراه یک میهمان عزیز برنامه، آقای الک کاردیو. الک، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خوش آمدید به برنامه خودتون. یه سلام احوالپرسی بکنید تا من سوال ازتون بپرسم، خودتون رو معرفی کنید. فکر میکنم شما یک چهره شناخته شده برای عزیزان ایرانی هستید با موزیک ویدیویی که ساختید و حالا کار جدیدی که الان میکنید. شما خودتون رو معرفی کنید، بفرمایید. ممنون از دعوتتون. لطف دارین. الک کاردیو هستم. من 21-22 سال هستش که کار حرفه‌ای کارگردانی، قبلا موزیک ویدیو و تبلیغات بود، الان هم فیلم های ماشین کلاسیک درست میکنم. خب توی جامعه ایرانی به عنوان کارگردان میوزیک ویدیو شناخته شده بودم. الان یه فکر میکنم نسل جدید من میشستم دیگه. میوزیک ویدیوهایی که شما ساختین خیلی خاص بوده، خیلی از دوستان شاید هنوز وقتی نگاش میکنن یاد شما بیافتن. برمیگردیم به اینکه اصلا شما کجا به دنیا اومدید، کجا بزرگ شدید، تو محله که بزرگ شدید کجا مدرسه رفتید، یکم از دوران بچگیتون برامون بگید. من توی تهران به دنیا اومدم، ولی خب خانواده‌ام یک سوم روس، یک سوم ترک، یک سوم ایرانی هستن. از اون دو سه نسل قبل ما از زمان جنگ جهانی دوم کوچ کردن از روسیه به شمال ایران، بعد از اونجا با اشخاص ترکی بالاخره ازدواج کردن که میشه مادر بزرگ و پدر بزرگ، و بعد نسل بعدی که اومدن تهران که با ایرانی ها قاطی شدن. تهران به دنیا اومدم. چیزی که از تهران یادم، تا 9 سال اول اوائل زندگی اونجا بودم. مدرسه میرفتم تا کلاس 4 که بعد توی وسط بمباران ها ما تونستیم که ویزا بگیریم بیایم اسپانیا، بعد از اسپانیا سوئد، وسط جنگ و بمباران اینه بود. بعد دیگه توی اسپانیا یه سال بودیم، ولی خب زیاد کشور جالبی خوبی نبود، پدر مادرم زیاد دوست نداشتن. بعد به پیشنهاد یکی از دوستاشون گفتن سوئد بهتر رو، که ما هم رفتیم سوئد. من که خب بچه بودم، من فقط فالو میکردم هر جا میرفتیم ما دوست داشتیم دیگه. سوئد شد کشور ما که من 13 سال اونجا بودم و بعدش هم آمریکا. فرمودید که از خانواده روس و ترک و ایرانی ها با هم در حقیقت چند تا ریشه دارید، ولی فارسی صحبت میکنید. آیا زبان های دیگه هم صحبت میکنید؟ روسی که نه، چون که خب اون دو سه نسل قبل ما بود. من فقط یادم پدر بزرگ مادرم روسی صحبت میکرد که میشست اخبار روسی گوش میکرد. ما خیلی کوچک بودیم، یادم اینا. بعد معذرت میخوام، عصبانی میشد در دست کمونیستای روسیه فوشه، بعد میره بهشون میداد. اینا خیلی بد اخلاق بود. اون موقع که ما مثلا 6 7 سالمون بود، اون آدری خب 70 80 سالش بود. خدا بیامرز. بعد ولی خب زبونایی که بلد هستم که با ما اومدن، فارسی و ترکی رو اول یاد گرفتم همزمان. ترکی زیاد صحبت میشه، بعد اسپانیایی و سوئدی و نروژی و دانمارکی قاطی سوئدی، انگلیسی و آلمانی، اینا رو اجرای قاطی شده همه با هم دیگه. ولی خب 4 تا اصلیش بقیه همه رو که گفتید صحبت میکنی؟ یه زمانی خیلی بهتر صحبت میکنم، 4 تاشو خوب صحبت میکنم فلوئنت، ولی 4 تا دیگه شیشه خورده شده دیگه. خیلی خیلی سال صحبت نکردم. از ایران 4 سال رفتید اونجا مدرسه، بعد مهاجرت کردید به اسپانیا، از اونجا به سوئد. این مهاجرت برای یک بچه که در هر حال زمان جنگ هم بود، نسلی بود که اون زمان جنگ بود، چه تأثیر روتون گذاشت؟ خب از بمباران ها من میترسیدم، ولی خب مهاجرت برای من یه حالت ماجرا بود، ماجرا ادونچر که میگن. با من برادرم 1.5 سال میشه فاصله نداریم، سو برای ما خیلی جالب بود از این کشور به اون کشور. درد اصلی رو خب پدرم مادرم میکشن. اگه الان من میخواستم این کار بکنم، همون احساس اونا رو داشتم، ولی اون موقع نه، برام جالب بود. میرفتیم از کشور به کشور، دوستای جدید، مدرسه جدید. خب سختی های خودش رو داشت، ولی ما اون احساس رو نمی کردیم. تا اینکه بعدن
یواش یواش بزرگتر که شدیم معنی مهاجرت رو که فهمیدیم که کشور غریب هستیم و کشورمون از دست رفته و اینا الان خب فرق میکنه. ولی توی اون زمان هیچ تأثیر بدی نداشت، حتی براتون خیلی هم بهتر شد که دارین تجربه کشورهای برگردی میکنید. من خوشحالم که این اتفاق افتاد، برای اینکه خب اگر توی ایران میموندیم، ایرانی که ما الان میبینیم ما اصلا دوست ندارم. من تونستم دنیا رو ببینم، زبانهای مختلف، کشورهای مختلف، موقعیت خیلی خیلی بهتر شد. اومدید سوئد و یه دونه برادر هم دارید، درسته؟ فقط یه برادر. من یه برادر و دو تا خواهر دارم. یه برادر دو تا. خانواده اومدید سوئد و سوئد در حقیقت شد جای اصلی زندگیتون. اونجا بگید که مدرسه چطور بود؟ اصلا چی شد که سراغ موزیک رفتید و کارگردانی؟ این چجوری توی وجودتون شکل گرفت؟ سوئد که اومدیم دو سال اولش ما توی کمپ مهاجران مختلف، کمپ رفیجیز بودیم توی شهرهای مختلف. تو اون مدت نیمچه خورده خب کلاسای سوئدی رو می رفتیم و یکم درس می خوندیم، ولی خب خیلی هر سه ماه یه بار، چهار ماه یه بار ما همش داشتیم کوچ می کردیم توی این اتاقای سه نفر چهار نفر بانکر حالت بود زندگی می کردیم، تا اینکه اومدیم جایی که بهشون گفتم پرمننتلی به ما چیز خونه دادن که بعد یه دو یا سه سال تونستیم اقامت بگیریم. بعد اونجا دیگه شروع شد که مدرسه معمولی، فکر کنم کلاس ششم بود که من شروع کردم جدی، پنجم یا ششم درست حسابی بود. این وسط خیلی یکم گپ افتاد، ولی خب کچاپ کردم، خیلی زود کچاپ کردم. سوئدی هم که خب اصلا بلد نبود، ولی خوبی سوئدی اینه که سری میارن توی جامعه و از اونجا دیگه همه چی راحت بود و درست مثل یه بچه‌ای که چون که مهاجر زیاد بود تو این شهرها که ما بودیم، همه یه حالت دوستی و نزدیکی به همو داشتن، هم ایرانی زیاد بود، هم آفریقایی زیاد بود، عرب زیاد بود، چینی زیاد بود، ویتنامی زیاد بود. تو در حقیقت مهاجر زیاد بود و شما اون احساس به عنوان یک تینیجر اون احساس رو نداشتید که حالا مثلا غریب افتادید شاید این وسط و نمیتونید اصلا خودتون. نه خب خوش ماشاءالله سوئدیا و نروژیا و دانمارکیا اون احساس رو بهت میدن. مشکل نیست، کشورهای خیلی خوبیه برای موقعیت، ولی خب مردمشون یه سریاشون احساس خارجی بودن رو بهت میدن، یه سریاشون نمیدن. سو ایتس 50-50، یعنی هم دوستای خوب سوئدی داشتیم هم حالمه بعدش بودن که اذیت میکردن. مدرسه که رفتیم میخوام ببینم چه زمانی شکل گرفت. عزیزانی که صدای شما رو میشنون، اصلا چی شد که شما به هنر رو آوردید؟ از کجا این نشأت گرفت؟ چه سرچشمش کجا؟ هنر اتفاقی بود، ولی بعدها مادرم بهم گفتش که پدر بزرگ من، چون که زود فوت کردم، من 6-7 سالم بود پدر بزرگم فوت کرد، پدر بزرگ من پیانیست روسی خیلی قابلی بود، یعنی جینیس بود توی پیانو. سو اون فکر کنم یه نسل سکیپ کرد پرید روی من و مادرم. ما نمیستم ناخودآگاه ما خودم شروع کردم، من چرا جینیس نشدم، اون بود، ولی خب بدون اینکه فکر کنم روش، با نواختن پیانو کیبورد شروع کردم. مادرم مسافرت بود، یه گفت برات یه کادو آوردم، بعد وقتی که اومد باز کرد یه چیز جعبه اینقدری بود توش، اینو از این کیبوردای کوچولو بود. همونجوری یواش یواش 12 13 سالم بود، بدون اینکه فکر کنم روش شروع کردم زدم، دیدم نو دیس از وری ایزی، It's coming to me very easy. همانا شد که دیگه هی کیبورد بزرگتر و بزرگتر شد و بعد دیگه تو مدرسه و اینا. سو با موسیقی شروع شد که 8 سال کار موسیقی انجام میدادم، ولی هیچ وقت اون عشق و علاقه 100% رو بهش نداشتم. همیشه تصویر یا فیلم برام خیلی قشنگتر و راحتتر بود، تا اینکه دیگه کی بود اومدم که آمریکاش، از میوزیک شیفت کردم به تئاتر و فیلم، و اول جلوی دوربین بعد شیفت کردم به پشت دوربین. فهمیدم نه من پشت دوربین بیشتر دوست دارم، این تصویرها خیلی راحت میاد تو سرم بدون اینکه فکر بخوام بکنم بهش، خیلی تصویر میاد تو سرم. با موزیک شروع کردید، بعد دوباره یه مهاجرت دیگه کردید، اومدید آمریکا و رفتید سراغ ریمی که داشتید که
فیلم و تصویر رو حالا از جلوی دوربین به پشت دوربین رسیدیم. کارگردانی رو حرفه‌ای خوندید؟ یعنی درسش رو خوندید یا اینکه چجوری؟ بله، من توی 3 دانشگاه مختلف کارگردانی خوندم. توی سوئد اول آمریکا شروع کردم، بعد رفتم انگلیس، برگشتم بعد یه سال رفتم انگلیس، بعد از انگلیس رفتم دوباره سوئد یه دانشگاه اونجا، بعد منم آمریکا رفتم. دوست داشتم همه جا این اکسپریانس رو بگیرم. یعنی اون کردیت ها بود، نمیدونم 160 کردیتی که آمریکا میدن که آدم میتونه بچه بگیره، یارم نمیدونم اون کردیت ها رو، اینا رو تو کشورهای مختلف پر میکردم، میرفتم جای مختلف میخوندم، چیز میکردم، فارغ التحصیل مثلا مدرسه میشنم میبرم، تا اینکه آخر سر اینجا اون 4 سال پر شد. 5 تا دانشگاه مختلف بود، خیلی جالب بود برم. تجربه از 5 تا دانشگاه مختلف دارید در کشورهای متفاوت. بهتون چه ایدیایی داد یا چه جوری شما از اینکه فارغ التحصیل شدید چجوری ازش استفاده کردید؟ من قبل از اینکه فارغ التحصیل بشم شروع کرده بودم، یعنی تمام بیشتر این خیلی از این میوزیک ویدیوهایی که من اول کارم میدیدین آلدی توی تو دانشگاه بودم، یعنی هنوز تموم نشده بود. فکر کنم سال دوم بود یا سال اول بود که شروع کردم که میوزیک ویدیو درست کردن اینا. سو اون چیزی که تو مدرسه یاد میگرفتم رو توی میوزیک ویدیو پیاده میکردم. بعد خب اون موقع من میدونم تلویزیونای ایران نگاه میکردم، میدونم که میوزیک ویدیوهای ما، چون که خودم سرشته توی میوزیک داشتم، این تصویر اون میوزیک قاطی میکنم، میبینم که خیلی کم بود داریم توی صنعت میوزیک ویدیو. این سال 2001-2002 اون موقع بود، اون حلوره یه حلوره 20 سال پیش. و دیگه تصمیم گرفتم با مادرم صحبت کردم، گفتم که فکر کنم که وقتش که این عوض بشه، چون آخه ما توی 2001 داریم زندگی میکنیم، این ویدیو مال دهه 80 هنوز لوکشون. سو گفتم این مملکت ما هم لیاقت اینو داریم که بتونیم سبک MTV داشته باشیم. از خب ببین، شما رفتید یک جایی و این عشق و علاقه که داشتید موزیک ویدیوهای ایرانی رو هم دنبال کردید و به این نتیجه رسیدید که الان زمانش که این تغییر رو من ایجاد کنم، چرا این کار رو نکنم. با کی این موزیک ویدیو، اول موزیک ویدیوتون داستانش رو بگید برامون و اینکه این تغییر یه تغییر خیلی بزرگ بوده. باز تا باشید بگید. من تو سوئد دوتا موزیک ویدیوی دانشگاهی درست کردم که اونا مال سوریا بود، خارجی بودن، اصلا رفت به این چیز نش. اون دوتا رو استفاده کردم به عنوان رزومه که اولین کلاینت حرفه‌ای که به پول داد برای این کار سعید محمدی بود. سال 2002 با ویدیوی پستچی از راه دور باهاش تماس گرفتم، صحبت کردیم، بعد آهنگ بود پای تلفن برای من گذاشت. من چیز کردم، گفتم من تو راه آمریکا، من برای دفعه دوم بود داشتم میمدم آمریکا که برگردم بقیه کارم انجام بدم، یعنی بقیه دانشگاه برم. گفتم من میام اونجا که بعد ایده رو روی پای تلفن براش گفتم همونجا که داشتم آهنگ میشنم، بعد خوشش اومد، گفت اوکی بیا اینجا. من رفتم اینجا که رسیدم، رفتم تو کلابسس، یه کافی شاپ اونجا بود، هم دیگر رو دیدیم و فهمید که من شوخی ندارم، جدی جدی دارم چیز میکنم. اون دوتا کار رو نشون دادم و اینا، گفت اینا خیلی خوبه ولی ببین چی کار میتونی برای من بکن. گفتم اوکی. سو اونجا شد که دیگه شروع کردیم اون ویدیو. البته الان من نگاه میکنم اون ویدیو خیلی چیز، ولی برای اون موقع خوب بود. دارید در مورد سال 2000 صحبت، 2001-2002 صحبت میکنیم، برای اون دوران خودش یک تحول خیلی بزرگی بود. واقعا خیلی فرق داره. اون ایده رو که من وقتی گفتم سعیم رو واقعا میتونه اینا رو پیاده کنی، گفتم تا اونجا که سعیم میکنم آره میتونم، I'm confident، که با یکی از بچه های کارگردانی که از قبل من کار میکرد به اونم گفته بود، گفت من فکر نمیکنم تو بتونی این کارا رو بکنی، حالا سعی میکنم ببینم چی کار میتونیم بکنیم. عصبانی شدم حد دستش. آقای سعید محمدی اولین کلاینتی بودن که شما داشتین و بهتون سفارش دادن و شما موزیک ویدیوش رو درست کردین. بازتابش چجوری بود؟ فیدبکی که گرفتید حالا چه از مخاطبین چه از هنرمندان؟ والا ویدیو رو که وقتی که چیز کردم تموم شد به سعید نشونم، انقدر ذوق کرده بود، خوشحال بود، اینا گفت این میترکونه، بردیم ویدیوی پستچی بود.
شروع کرد. اون موقع خب تلویزیون ها اینجا خیلی زیاد بودن، 12-13 تا تلویزیون ایرانی بود و بعد تپش بود، ITN بود، پن تی وی بود، همه اینا. این دونه دونه بعد من کپی سی دی براش درست میکردم، نمیدونم دستش یا حتی یادم تیپ هم بود. این دونه دونه اینا رو برمی‌داشت از این تلویزیون معتمد، بچه‌ها بیاین ببینین چی آوردم، یه پسر جدید اومده تو این شهر talented و فلان، الک بیا بریم. منم بعضی جا برمی‌داشت با خودش می‌برد و اینا، هر جا می‌ذاشتیم ویدیو رو از دستش می‌گرفت، برو رو ایر، برو رو ایر، خیلی باله. از اونجا شد که دیگه یواش یواش یه رفعه چیز شد. سعید گفتش اینو بذار من با کسای دیگه آشنات کنم و بعد کارهای دیگه خودش بود. و که اون موقع سعید با کلتکس بود، کلتکس چشش افتاد به ویدیو، بهش گفت بله بگو بیار اینجا بشینیم و هم صحبت کنیم و کارشگاری خوبه و درست و اینا. دیگه شد سپیده، کامران اومن، ابی، اونا یه دفعه زنجیره‌ای بود، همه به هم دیگه زنگ می‌زدن میگفتن باید ببینیم پسر جدیدی که اومده کاراش چیزه. حالا همزمان هم داشتم برای سعید 4-5 پشت سر همه درست می‌کردم، اینا همینجوری مثل چیز قارچ شما رجوع کردن، یه حالت اونجوری شد، یه حالت قارچ شد که گفتن اوه پسر جدیدی اومده و فلان. خوب بود، جالب بود، تلویزیون ها خیلی بود، دیدن که یه هوای تازه اومده تو اتاق، اتفاق جدید رو همه استقبال کردن و شما شروع کردین با هنرمندان متفاوتی مثل خانم سپیده، آقای ابیک، آقای کامران اومن، با اینها شروع کردین به کار کردن. موج اول بودن. بله. تجربیاتتون در مورد کار کردن با هنرمندان ایرانی چجوریه؟ چجوری این رو بر خودتون وقتی برمیگردین بهش نگاه میکنید، چجوری ازش یاد میکنید؟ ببین تا 95% خب خیلی خوب بود، معمولا همه هنرمندن، همه دوستان کارشون رونق پیدا کنه، همه با هم دیگه همکاری میکنن که بتونن چیز کنن. بالاخره یه 4-5% هستش که همیشه مشکلات هست، ولی اوورال خیلی خوب بود. وگرنه من نمیتونستم نزدیک 500-600 تا ویدیو درست کنم اگر میخواد از اول بد بشه. صحبت زیاد است ولی در عمل، در اصل اگه کار آدم خوب باشه، کار خودش خوش نشون میده و چیز میشه. اینه که سپورت زیاد بود، ولی خب دردسر هر کاری توش زیاد است. بالاخره یه زمانی شرکت ها قوی بودن، بعد شرکت ها از بین رفتن، بعد خود هنرمند ها قوی تر شدن، کشمکش همیشه زیاد بود. ولی خب نه که بیزنس تجارت کوچیکیه، بالاخره خب کشمکش توش چیزه و اگر آدم بخواد میتونه خیلی خوب پول در بیاره، کارش خوب باشه، اگرم نه اون وسط میتونه خیلی سریع شکست بخوره. تجربیاتون پس از وقتی ازش یاد میکنید براتون دوران خیلی خوبی بوده، از اینکه با این هنرمندان کار کردید و میوزیک ویدیوهایی که ساختید گروه 560 تا بوده. تفاوت شما با تبلیغات و همه چی پروژه‌هایی که می‌فهمه، تفاوتش رو با کار کردن هنرمندان خارجی، خارج از یعنی ایرانی نباشن، چجوری می‌بینید؟ خیلی فرق داره. خارجی‌ها با ایرانی‌ها خب مستقیم اونا خودش تماس داره و صحبت می‌کنه و دایرکتلی با هم دیگه کار می‌کنه، ولی خارجی‌ها چند تا لایه فیلتر بین آرتیست هست. اگه آرتیست خیلی جدیدی باشه که کسی نمیشناستشون، خیلی راحت تره. مثلا اگه منجر دارم، منجر زنگ میزنه ریکومند شدی، میگه که مثلا سو ان سو ریکومندد کرده بیا اینجا بمچون. ولی اگر آرتیست معرفتایی باشه که من با یه تعدادشون کار کردم، حتی خیلی داستانای ویدیوهایی هم نوشتم که کارگردان دیگه براشون درست کنن، یه چند تا لایر داره که از رکورد لیبل گرفته، کمیشنر گرفته، اینا رو به فارسی نمیدونم اسمشون چیه که برای همین به انگلیسی میگم، بعد منیجرشون گرفته، رقابت بیشتره. سو استپ زیاد داره که اون تا اون کار تموم بشه و آماده بشه. مثلا یه بار با امدیاب نزدیک بود کار کنیم، بک اند فورت زیاد میافتیم، داستان نوشته بودیم، بودجهش هم نوشته بودیم، بعد لحظه آخر یه کارگردان فرانسوی، چون امدیاب توی فرانسه بود، لحظه آخر یه کارگردان فرانسوی هم چیز کردن، کامیشن کردن، دیدن که اوکی داستانای الک مثلا خوبه، خیلی خوبه، ولی خب مثلا اینکه بلند شه با تمام کروش و اینا بخوام بیان چیز بکنن یا هم رو بفرستیم اینجا، it's not logistical, let's work with the French guy. So فرانسویه به جاش ویدیو رو کارگردان کردن، which is, it's okay, it's not a big deal.
در حقیقت این رقابت برای شما بیشتر قابل لمس بوده به خاطر اینکه خب حالا مثلا آرتیست از فرانسه مارکت شرکت چیز بیزنس میوزیک ویدیو خود ما نه که خیلی عقب بود، خیلی راحت تر بود میشد عوضش کرد و یعنی تازه باید بینرسه برسه به نقطه صفر. خارجی ها نقطه صد بودن، یعنی من اینا رو همزمان داشتم با هم دیگه پارالل میوردم جلو. سو و خیلی راست بگم من با اون هدیکی که اینا چیز میکنن از هنر دیگه میگذره. من برای دو سه تا آرتیستی که با سونی ساین بودن کار کردم، سونی خیلی اذیت کردن، مثلا اون شرکت چیز از این کارهای قانونیش، کاغذ بازیاش، نمیدونم دیمندهایی که داشتن، اصلا از هنر خسته میشی. تفاوتش رو گفتید و حالا اشاره هم کردید که به یه نقطه‌ای رسیدی که خسته شدید. با اون همه عشق و علاقه و 4-5 تا دانشگاه رفتید، کدوم زمان بود، کدوم میوزیک ویدیو بود، حالا یه اشاره کوچیکی کردید که اصلا با خودتون فکر کردید که بهتره که برید قدم بعدی، move forward؟ نقطه به خصوصی نبود. خب طی این سالا که چی شد، نزدیک 16-17 سال که این کار کرده بودم، بعد دیدم که این ببینید یه چیزی که شد، یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک اینا که جون گرفتن و زندگی چون اینا آرتیست ها یواش 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 دیگه این دوربینای توی تلفن ها شدن بهترین دوستاشون. ای کمتر و کمتر و کمتر و کمرنگتر میشه احساس میوزیک ویدیو و اینا خودشون دارن برای خودشون هی ثانیه به ثانیه خودشون رو پروموت میکنن، مجانیه، 4 تا ویدیو کوتاه میذارن، میشینن با آهنگ گیتار میزنن و این چیزا. اینا به اضافه یوتیوب یه سری خواننده‌های اون میشستن یوتیوب نگاه میکردن، مثلا 10 تا ویدیو مختلف خارجی نگاه میکردن، اینا رو میخواستن ایده از این میگیره، ایده از این میگیره، رو الک به اینجوری مثلا این 10 تا رو بچپون با هم دیگه قاطی کن یه دونه مثلا این برنامه‌ریزی. گفتم منم خسته میشدم از این زده میشدم، گفتم آخه این هنر نیست که شما ادای ویدیوهای کسای دیگر. دو سه تا این بارم این کارو کردم، از خودم خیلی ناراحت بودم که ویدیوی یه کس دیگه رو برداشتیم ریپرودوسش کردیم برای ایرانی. از اول یعنی از اول درست میکردیم، ولی خب سنت چیز سو دیگه یواش یواش یواش. بعد خب رفتیم توی در کنارش رفتیم تو کار رستوران که اونم یه 50% وقت من رو داشت میگرفت دیگه، یواش یواش خسته شدم. تا اینکه اتفاقی دوباره این مسئله بود، من از بچگی همیشه عاشق ماشین و ماشینای کلاسیک، ماشینای نو هرچی بود بودم. یکی از دوستای خوبم که همکار منم هستش گفتش که تو که نصف زندگی تو داری با ماشین بازی میبازی، حداقل یه کاری بکن که یه درآمدی داشته باشی از ماشین، این دو تا بیزنس با هم قاطی کنم، تو که بلدی این چیزا رو. سو از فیلم سازی خسته نشدم، فقط فرمشو عوض کردم. در حقیقت سوال یکی دیگه از علایقتون. بله. سو ماشین بازی رو فیلم سازی رو با هم دیگه قاطی کردم، شد این بیزنس جدیدی که الان فیلمای ماشینای کلاسیک درست می‌کنیم. همین الان که صحبت می‌کنم نزدیک 20 خورده پروژه همزمان داریم. در موردش بگید که کلا خب تلفیق این دوتا رو کردید و به یکی دیگه از علایقتون، در حقیقت قدم بعدی رو از هیچی نگذشتید، یه چیز جدیدی اضافه کردید و شاید میشه گفت یه قدم بزرگ تازه تری برای خودتون و کریر خودتون. بگید که چه فرقی با اون موزیک ویدیو ساختن داره، چه تفاوتایی داره، چه احساسی بهتون دست میده و الان چه کار دارید میکنید؟ میوزیک ویدیو تو بیانست خسته شدم از بخاطر که خب یه فرمی شده بود، آهنگا همه خیلی شباهت به هم دیگه دارن، بعد اون فرمول میوزیک ویدیو همیشه مورلس یکیه دیگه، رشدی توش ندیدم. چون من خب دو سه تا فیلم سینمایی هم که کار کردم، از فیلم سینمایی هم زیاد اونقدر خوشم نمیاد، من دوست ندارم یه چیزی 2-3 سال طول بکشه فقط یه ساعت و نیم ثمره ازش بیاد. اگر شما این تمام دقیقه های میوزیک ویدیو و این فیلم های ماشینا رو با هم اد کنین، به اندازه 50 تا فیلم سینمایی میشه. اینجوری من بیشتر دوست دارم کوتاه کوتاه باشه. سو فرقش اینجا میاد که خب من علاقه که به ماشین دارم و اون چنجی که هست، داستان یه حالت بیزنس، یه پروژه جدید اختراع کردیم که
ماشینی که کلاسیک که مثلا 30 35 20 25 سال عمر داره، درست همین جوری که من الان تعریف کردم، من از اون کشور به این کشور رفتم، اینجا بودم، اونجوری بودم، الان بزرگ شدم، اون ماشینم همون زندگی رو داره. مثلا یه آلفا رومئو وینیال اسپایدر 1960 که الان 60 سال عمرشه، تمام این داستان زندگی این ماشینو که اون روزی که 4-5000 دلار بوده توی کارخونه توی ایتالیا درست شده اومده الان 1,000,000 دلار قیمتشه، این کجاها بوده، چیکارا کرده، دست کیا بوده، چه زندگی داشته، چند بار ریستور شده، چند بار درست شده، همه اینا رو بکشیم. بعد اون اشخاصی که صاحبای ماشین بودن و امروز صاحب ماشین هستن، زندگی نامه اونا رو هم به فیلم بکشیم. سو برای من خیلی جالبی و قشنگی داره که چجوری یه ماشین چه زندگی داشته و پیش کیا بوده و اون اشخاصی که صاحب این ماشین هستن چه پشینی دارن، چه لابی دارن، و پولی که از توی این درمیاد از راه فروش این ماشین از یه نفر به یه نفر دیگه. سو اون وسطه که درآمدش در میاد و اینکه خب مخارج فیلم و عکس و اینا رو همه رو میده. در حقیقت کاراکتر شما الان اون ماشینی هستش که مثل خودتون یه سیری داشته، یه از این ور به اون ور رفته، تا الان داستان زندگی اون ماشین رو در حقیقت دارید میسازید، ولی با زبان خودتون عنوانش میکنید. آقای الک، بجز این که حالا الان کارگردان و موزیک و همه اینا رو صحبت کردین، کار دیگه ای هم در طول زندگیتون انجام دادید؟ شغل دیگه ای هم داشتید؟ شغل زیاد داشتم. خب از کار رستوران بوده، کار آتش نشانی یه سال و دو سال توی سعود که بودم، از طریق سربازی من رو فرستادن آتش نشانی اونجا، ولی خب موقع 19 سالم بیشتر نبود. بعد دانشگاه که میرفتم شبا تاکسی میموندم برای که بتونم درآمد داشته باشم، هم خود شهریه بود زندگی. توی رستوران های مختلف کار کردم، سو برای مختلف داشتم تا اینکه شغل اصلی خودم رو شروع کنم. بیشتر اینا توی جوانی بود. آتش نشانی رو در موردش یک سال و نیم کار کردیم به عنوان کسی که آتش نشان بوده، تجربه، خاطره یا اتفاقی که از اون کار براتون توی زندگی آیندهتون تأثیری بذاره دارید در ما بگید؟ تأثیر زیاد نداشت، ولی خب لحظاتی بود که ببینید، خب آدم دوستی رو و اون عشق و علاقه به جون و این کمک به بقیه رو اونجا من خیلی برام چیز شد، چون که توی شهر اون 6 ماه اولش که خب تعلیم بود، تعلیمات بود و اینا، اونجا من یواش یواش حس کردم واه چه احساس خوبی داره. وقتی که میرفتیم توی این ساختمانایی که میسوزن، خب چیز از این عروسک‌های بزرگ چیز بود توی که اینا رو بلند می‌کردن میاره، حتی به اون عروسک شروع می‌کردی احساس خوبی داشتی که اینو مثلا بکشمش بیرون. یا سناریوهایی داشتیم که توی تعلیمات یه مزرعه بزرگ و پر از آدم میکردن که آدم های واقعی که افتادن نقش زخمی و مرده و اینا رو چیز میکردن، بعد روشون پلاکارد بود که این مثلا نوشته اینجا زخم شده، این کارو باید بکنه، این کارو بکنه، اونجا شروع میکنه تعلیم کردن. بعد توی شهر که اومدم که شروع کردم کار کردن، اونجا دیگه واقعی شو دیدم که بیشترش متاسفانه it's not nice، ولی خب خیلی موقع بود که آدمایی که جونشون رو نجات میدادیم میدیدیم که اون چیزی داره، ولی خب اشخاص دیدم تو تصادف فوت کرده بودن، توی آتش سوزی، توی این برق بالای قطار، یکی مست کرده بود رفته بود اون بالای قطار، شب برق گرفته بودش، همونجا خوش شده بود، مثل حالت عروسک سیارنگ افتاده بود زمین از توی چشماش و دهنش اینا، این اصلا چیز جالبی نبود. ولی خب موقعی بود که مثلا یه پسر یه ساله رو از زیر صندلی یه ماشین کشیدیم بیرون، اسمش هم هنوز یادم نمیره، یوهان، مادرش از اینجاش خون میومد، جلوی راننده بود، یعنی پشت فرمان بود، تنها چیزی که داد میزد پسرش بود، یوهان کجا فرمان. ما از مادر فهمیدیم که بچه‌م توی ماشین از افتاده بود، رفته بود زیر صندلی، این صندلی بچه‌م نداشت، نمیدونم چرا، ولی خب دیگه از اون چیزا بود، بارون میمد. و یه آقای محسنی بود که از توی تصادف ماشین نجات داد. اینا خیلی احساس خوبی داره. بعد یه بار دیدیم ساعت 6 صبح 6 تا 7 تا خونه وسط زمستون از آتیش گرفتن. ما رسیدیم به اون محله، این وارو تیکا، وارو فانتنا
به خاطر سرمایه سوید یخ زده بود. سو به اندازه کافی نتونستیم، یعنی خونه اولی که شروع کرد زد خیلی سریع به 6 تا 7 خونه بعدش. ولی خب خوشبختانه سر وقت تونستیم همه رو بیاریم بیرون. ولی خب اون احساس بدی داره وقتی میبینی که 30 نفر 40 نفر 6 تا 7 خونه اعضای اون خانواده خونه‌شون از دست داد. تو این خیلی احساس خوبی داره الانم یاد میگیره. و این هنوزی که هنوزه با من هستش. من الان توی فریوی اگه وقتی درایو میکنم میبینم کسی ماشینش وایساده، ناخودآگاه، نه همیشه، ولی ناخودآگاه سیچویشن رو نگاه میکنم، خیلی موقع وای میستم میپرسم چیزی میخوان یا نمیخوان. رستوران که داشتیم دوتا خونه اونورترمون که بود آتیش گرفت، من بدون که اصلا فکر کنم روش دویدم به طرف اون آتیش و همون روتینی که داشتیم. هنوز آتیش یه چیزی که داره دود وقتی که میاد اول میره بالا، بعد از سقف یواش 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 که میاد پایین، اون 7-8 دقیقه اول حدود یه 30 سانت یه دفعه وای میسه، اون پرشر این دود رو نگه میداره. این 30 ثانیه‌ای که این 30 سانتی که هستش، این چند دقیقه طول میکشه این دود بیاد برزه. اون یه محفظه‌ای که میشه از زیرش رفت، اونو اگه بتونی کسی ببینی دستشو بگیری بکشی بیاره. سو من اینا رو هنوز یادم، اینا رو توی این آتش روزی هم رفتم استفاده هم کردم. جالب. هنوز پس هنوز اون تجربه توی ذهنتون مونده و شاید خیلی وقتا ناخودآگاه شما میفهمید دفعه ماشین میزنید کنار ببینید که به کی میتونید کمک کنید یا اگه شده اتفاق بزن. در طول زندگیتون شغلای متفاوتی داشتید برای اینکه به اون چیزی که دوست داشتید برسید و تجربه هایی که کردید در حقیقت هیچ وقت کم نیاوردید، رفتید جلو تا انجامش بدید. الان با کاری که دارید میکنید دوتا علاقه رو با هم در حقیقت در آمیختید و یک اتفاق جدیدی، حالا دارید داستان ماشین های کلاسیک رو میگید، چه احساسی دارید و مجله‌ای دارید کاری که الان دارید انجام میدید و بگید که عزیزانی که شما رو دنبال میکنن بدونن که کجا میتونن شما رو دنبال کنن و ببینن چه کاری. احساس خیلی خیلی خوب دارم، خب کار رو دوست دارم. الان تجربه این همه سال خیلی کمکم میکنه که بتونم این کار راحت‌تر انجام بدم. الان خب توی سنی هم هستم که خودم خیلی ایزی گوینگ تر هستم، کار خیلی راحت و خوب پیش میره جلو. یعنی اون لول کارمون بالاست، لول تراست بین من و کلاینت هم خیلی بالاست و همون اتفاقی که توی میوزیک ویدیو برای من افتاد که یه دفعه گفتم یه دفعه یه موج من همه شروع کردن چیز کردن، همین اتفاق هم اینجا افتاد چون نوآوری بود کارمون الان. ولی خب به یه طریق خیلی بزرگتر، گسترده‌تر، حالت جهانی‌تر و 99%شون هم ایرانی نیستن، همه خارجی هستن. سو اشخاصی که من باشون کار میکنم که این کلکسیون‌های ماشین دارن یا چیزن، سطح اشخاصی هم به سطح خیلی بالا هستن. معمولاً اشخاصی که میتونن این ماشین رو افورد کنن که مثلا یه دفعه میره یه در ویرهاوس رو با میکنه میبینی 30 میلیون دلار ماشین اونجا گذاشته. خب اینا هر آدمی نیستن، بیشتریاشون اینداستریالیستن، بیزنس های بزرگ دارن یا کسایی هستن که مثلا از سن است قبلشون بهشون این به ارث رسیده و خیلی آدم های ریلکست و فهمیده و با سواد و آرومی هستن و این ماشینا براشون خیلی ارزشمنده. این کانکشنی که داریم ما خیلی زود با هم دیگه با اینا با این اشخاص پیدا میکنیم وقتی که میبینن اون کار پشن. بعد نکه این فیلم ها و عکس ها خیلی حرفه‌ای هستش، اون پشن رو میبینن. پس اصلا کاملا کلاینتاتون متفاوتن با زب و کارهای دیگه تون، به این با اون حالت ثبات در حقیقت رسیدین که یک سری آدمی هستن که میدونن چی میخوان وقتی به شما مراجعه میکنن. نوآوری کردید و کلاینتایی که دارید همه خوشحالن، یعنی یک دفعه مثل همون موجی که ایجاد کردید در میوزیک ویدیو الان توی ماشین هم ایجاد شده. یه نکته رو جالبش اینجاست که میبخشید واسه صحبتتون، با خواننده ها که کار میکنیم، خب خواننده خب مستقیم خود طرف رو میاد جلوی دوربین وای میسته میخونه، میکاپ داره، لباس داره، نمیدونم لوکیشن و همه چیز هست، اون خیلی وسوسه بیشتر داره و خیلی کشمکش بیشتر پیدا میشه. ولی ماشینو از لانگ است که اون قسمت بیمش و اینشورنس اوکی باشه که مثلا ماشین کاورد باشه اگه چیزی باشه که من دارم، همون طرف داره، بیزنسمون رو داریم، اینجوری میاد کلید دست من، برای هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط سالو بیا با اونم شد. آره خیلی هست، جالب هست، هیچ کاری به چی ندارم. بعد
خیلی موقع هم که خودشون رو جلوی دوربین میذارم که صحبت میکنن و اینترویو باشون انجام میدم، اصلا نه میکاپ نه هیچی، خب مرد مثلا 65-66 سال دیگه میکاپ نمیدونم، میشینه آروم صحبت با ریلکس راجع به عشقش با ماشین صحبت میکنه، یک میلیمتر این فیلم هم این برابر نمی کنه هیچ. مثلا بعضی ما واو پرفکت آی لوف ایت، ولی حالا خواننده برو عوض کن بیار ادیتش رو چینج کن، وای این زاویه رو دوست ندارم، وای اونو دوست ندارم، اینجا هم خرابه اونجا اونجوری نیست. پس شما دیگه الان واقعا به اون مرحله رسیدید که اون کاری که دارید میکنید هم راحت ترید، در حقیقت آرامش خاطر دارید، هم علاقه دارید. من هنوز بهم تلفن میشه برای میوزیک ویدیو، دیروزم خانم نوشافرین دوست تماس گرفتم گفتم I love you ولی من وقت واقعا نمیرسم، have to take care of my business. من از من سوال میکنن خب چرا ماشین چی شد؟ گفتم خب ماشین صحبت نمیکنه، ولی شما صحبت ماشین هیچی نمیگه، وای میسته سر جاش به شوخی پوکسش در همینه که هیچی نمیگه، برای ماشین ساکته، تازه ماشین سوارش هم میشه میبرد لوکیشن، تازه به من یک کمکی هم میکنه. توی صحبتاتون گفتید دیگه کلاینتاتون ایرانی نیستن و کسانی هستن که خارج از کامیونیتی ایرانی کار میکنید، اینو خیلی تجربه کمی هست. بله آخه ایرانی خیلی سخته باشون کار کردن، هم خوبه هم سخته، یه 2% هستن که ایرانی هستن تونستن باشون کنم. اتفاقا جالبه ایرانی هایی هم که توی این ماشین بازن و کلسیان ماشین دارن، اونا هم همه خیلی اشخاص خیلی سوفیستیکیتد و خیلی استبلیشد و ما یوزلی خیلی خیلی پولدار و خیلی خیلی ایزی گوینگ و اصلا نمیبینیشون توی جامعه ایرانی، اصلا نمیبینیشون. خب به هر حال شما الان کاری که دارید میکنید یک قشر خیلی خاصی اصلا میشه گفت که در موردش دارین، شما کسی که کلکسیونر ماشین هستن اونچه که خودتون گفتید اصلا مردم عادی نیستن، یه سری آدم های خیلی خاصی هستن، خب به هر حال لول زندگیشون هم متفاوته، ولی اینکه حالا با ایرانی ها کار کردید با غیر ایرانی ها کار کردید، تفاوتش رو توی موزیسین ها گفتید، توی آرتیست ها گفتید، تفاوتش رو در اینجا هم میگید که خیلی با هم تفاوت ندارن. اینکه شما الان به غیر ایرانی ها کار میکنید ولی خودتون ایرانی هستید، چه جوریه براتون؟ چه تجربیات از بیزنس با ایرانی ها رو بهمون میگید؟ من یه فکر کنم یه خوبی داره که چیزه اینه که من 100% ایرانی هم، 100% سعودی و 100% آمریکایی، یعنی 300% بهترین و از هر، منم اشکال زیاد دارم 100%، ولی خب بهترین و از هر فرهنگی گرفتم اونا رو استفاده کنم. وقتی که با یه آمریکایی صحبت می‌کنم اون قسمت بیزنس مثلا آمریکایی میاد بیرون، ولی خب ادب و احترام ایرانی مقاطی می‌کنم، خیلی باهاشون پولایت هستم و آمریکایی‌ها خیلی خب را بال هستن، ولی بیزنس پرکتیسمون آمریکایی خیلی کلین کات 100% یک دلار این برابر نمیشه، همه چی درست سر وقت میره جلو. بعد اون قسمت سوئدیش هم هستش که خیلی اونم خیلی ایزی گوینگ ریلکس حرف گوش میدی، نمیدونم خب کالتیویتد هستی، این سه تا همه با هم دیگه قاطی میشه که من میتونم وقتی با یکی کار میکنم به عنوان 100% ایرانی کار نمیکنم، به عنوان هر سه کشور رو باش کنم، حتی شاید ترک هم توش باشه. آقای الک، اگر که سوالی من ازتون نپرسیدم یا چیزی هست برای خیلی از عزیزان هستن که دارن شما رو توی این برنامه تماشا میکنن، دنبال میکنن، شاید سالهاست دارن شما رو فالو میکنن، دلشون میخواد که راهی که شما رفتین رو، حالا الان شما با عزیزان در اختیارشون گذاشتین اطلاعات رو، شاید دلشون میخواد راهی که شما رفتین رو برن، اگر چیزی مونده که میخواین با عزیزان تقسیم بکنید من میشنوم، یعنی ما میشنویم، بفرمایید. خب اولین چیزی که اگر واقعا اون کارو شغل دوست داری حتما فالو بکن. من خب همیشه عاشق ماشین و فیلمسازی بودم، این دوتا رو با هم دیگه قاطی کردم. بعد نذارین چیزی بخواد جلودارتون باشه، اگر دوست داری کارو انجام بدی انجام بده کار درست. بعد اینکه هنوز که هنوز من خیلی موقع بیشتر فنایی که دارم که مثلا توی فیسبوک و اینستاگرام اینا هستن، خیلی به موقع میان سوال میکنن چرا مثلا دیگه ویدیو درست نمیکنی، چرا، چی شد، حیف اینا. اینجوری نیست که من از راه هنر و موسیقی اینا خسته شدم یا میزو بیره اینا،
فقط یکم چینجش کردم و هنوزم خب خدا شکر بعد این 20 سال با همه اشخاصی که کار کردم هنوز دوست هستم، هنوز با هم تلفن میزنیم، صحبت میکنیم، شوخی میکنیم، وقتی که مهمونی باشه با هم هستیم، وقتی که ختم باشه متاسفانه با هم هستیم، یعنی هیچی عوض نشده. سو اون فرهنگ و اون دوستی و اینا رو هم دارم، فقط یکم راه هنر عوض شده و اینه که این نیست که من دوست نداشته باشم، فقط میگم عوضش کردم و بچه های دیگه هم هستن که این کار رو انجام میدن. اینه که امیدوارم که دست من ناراحت نموشن که ویدیو درست نمیدن، فیلم سازی هنوز انجام میدم، فقط شکلش همش. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و ممنون از اینکه اطلاعات رو برای عزیزانی که شما رو فالو میکنن گذاشتید. به اتفاق آقای الک کارتیو، از همه شما عزیزان و همراهان پرژن اورز جوایز پارسی خدافظی میکنم. تا دیدار دیگه، لبخند از رو لباتون دور نشه. خدا نگهدار. ممنون شما. بای. مژده هستم از پرژن اورز جوایز فارسی در ادبیات، موسیقی، هنر، سینما و بیزنس. برای مشاهده ویدیوهای جوایز فارسی چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا شما اولین نفری باشید که برنامه های ما رو میبینید. ما رو در پیج اینستاگرام از این بالا فالو کنید تا همیشه جدیدترین خبرهای پرژن اورز اولین نفر برای شما برسه.